سرخط خبرها. ضمن تأکید بر خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، وزیر خارجه آمریکا اطمینان خاطر داد واشنگتن متحدانش را در مبارزه با تروریسم تنها نمی‌گذارد. انتقاد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از محمد جواد ظریف. مرتضوی میگوید ایران به جای تبدیل شدن به صدای طالبان به صدای مخالفان سیاسی خود گوش دهد. شکایت خبرنگار واشنگتن پست از ایران. جیسون رضاییان برای 18 ماه زندان خواستار 1 میلیارد دلار غرامت شد. و دستور دادگاه عالی آمریکا به یک شرکت نفتی برای ارائه اسناد. اگزان موبیل باید بگوید چقدر از خطرات تغییرات اقلیمی خبر داشته. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به کشورهای عرب وارد مصر شده. مایک پومپئو قرار است در دانشگاه آمریکایی قاهره سخنرانی کند. هدف رفع نگرانی متحدان آمریکا درباره سیاست واشنگتن در منطقه بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه است. آقای پومپئو در تلاش است متحدان عرب را متقاعد کند که آمریکا خاورمیانه را ترک نخواهد کرد. موضوع مهم دیگر ایران است، کشوری که آقای پومپئو خطرناکترین بازیگر منطقه می‌خواند و قول داده فشارها بر تهران را افزایش دهد. بارون عباسی گزارش می‌دهد. وزیر خارجه آمریکا در مصر، کشوری که خود را مادر جهان می‌خواند، و بار دیگر آمریکا اینجا را برای طرح سیاستش در قبال خاورمیانه برگزیده. تعهد ما درباره مقابله با جان گرفتن دوباره داعش باقی است. ما این سیاست را ادامه می‌دهیم، اما این سیاست را در سوریه به شیوه متفاوتی اجرا خواهیم کرد. رئیس جمهوری تصمیمش را برای خارج کردن نیروهای آمریکایی گرفته. ما حتما نیروهایمان را از سوریه خارج می‌کنیم، اما مقابله با داعش را هم ادامه می‌دهیم. توضیح درباره سیاست آمریکا در منطقه ماموریتی است که مایک پومپئو در سفر به کشورهای عربی به عهده گرفته. برطرف کردن ابهامات و نگرانی‌هایی که بین متحدان واشنگتن ایجاد شده. بعد از اینکه ماه گذشته دونالد ترامپ ناگهان در جنگ با داعش اعلام پیروزی کرد و گفت وقت آن است که نیروهای آمریکایی به خانه برگردند. تصمیمی که کشورهای منطقه نگرانند عرصه را برای قدرت نمایی به ایران واگذار کند. مایک پومپئو اما میگوید آمریکا نه خاورمیانه را ترک میکند و نه فشار بر ایران را کاهش میدهد. تصمیم رئیس جمهوری برای خارج کردن سربازان ما از سوریه به هیچ وجه مانع انجام تعهدات ما نمی شود و در روزها و هفته های آینده ما هم تلاش های دیپلماتیک و هم اقدامات تجاری ما را دوچندان خواهیم کرد تا فشاری واقعی به ایران وارد کنیم. پیامی که مایک پومپئو می‌خواهد در سخنرانی در دانشگاه آمریکایی قاهره تکرار کند. آخرین باری که یک مقام ارشد آمریکا اینجا سخنرانی کرد 10 سال پیش بود، وقتی باراک اوباما می‌خواست در پی آثار منفی جنگ عراق بار دیگر اعتماد کشورهای مسلمان را به دست بیاورد. آقای پومپئو قبل از مصر به دیدن دیگر بازدیگر اصلی در نبرد با به گفته او تروریست های اسلامگرا رفت، عراق. او گفت داعش تضعیف شده اما بقایایش هنوز باقی است و آمریکا متحدانش را در مبارزه با این گروه تنها نخواهد گذاشت. میخوام از این فرصت استفاده کنم تا از حمایت آمریکا در سالهای گذشته تشکر کنم. مطمئنا در جنگ با داعش این حمایت حیاتی بوده. داعش از نظر نظام شکست خورده اما هنوز کار زیادی باقی مونده. مأموریت هنوز به پایان نرسیده. در ترکیه اما پیام‌های ضد و نقیض از سوی دونالد ترامپ و مشاورش جان بولتون خشم رجب طیب اردوغان را برانگیخت. از سوی دیگر ایران از سفرهای پی در پی دیپلمات‌های آمریکایی به منطقه ناخشنود به نظر می‌رسد. نشانه‌اش توییت تند وزیر خارجه ایران.
با اینکه ممکن است در حالت عادی خوشایند به نظر برسد، اما وسواس محض مایک پومپئو و جان بولتون نسبت به ایران بیشتر شبیه رفتار تعقیب کنندگان روانپریش و دائما شکست خورده است. آمریکا یک سیاست خارجی واقعی در قبال ایران را با یک ایران حراسی وسواسگونه جایگزین کرده است. در نگاه مایک پومپئو اما این سیاست کاملا واقعی و واضح است، اینکه هدف آمریکا مبارزه با شبه نظامیان اسلامگراست و همینطور حکومت ایران، دولتی که او بزرگترین حامی تروریسم می‌داند. سیاستی که آمریکا اصلاح روش باراک اوباما در قبال ایران خوانده و امیدوار است با یک سخنرانی تاریخی دیگر در کشوری با وزن سیاسی و تاریخی مصر، آغاز جدیدی در تاریخ روابط واشنگتن و کشورهای عرب رقم بزند. باران عباسی، بی بی سی. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا با ما است. در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، آقای پومپئو میگه که طبق دستور دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی سوریه رو ترک خواهند کرد، ولی آمریکا به حمایت خودش از مبارزه با تروریسم در منطقه ادامه میده. معنی این صحبت چیه؟ این پیام‌هایی که از طرف آقای بولتون و پومپئو میاد به نظر میرسه که ضمن اینکه اون اصل خروجی رو که آقای ترامپ اعلام کردن رو رد نمی‌کنه، ولی در اساس یک سری شرایطی رو حالا به تلوی یا به تصریح درش ایجاد می‌کنه که حداقل این خروج رو خیلی کند می‌کنه. مثلا آقای بولتون سه شرط عنوان کردن: شکست دائمی داعش، در واقع سلامتی و امنیت همپیمانان آمریکا و در واقع مهار ایران. آقای پومپئو هم در مصر اشاره کردن که نیروهایی که یونیفرم به تن دارن، در این گزارش شما هم اومد این قسمت که اینها خارج میشن، این واقعا منظور این که نیروهایی که یونیفرم به تن ندارن قرار اونجا بمونن، این رو باید منتظر بود و دید. ولی اون چه که مسلم هست، مسئله مهار ایران که بخش عمده سیاست آقای ترامپ بوده و تنها سیاستی هست که در واقع اون رو بسیار متمایز میکنه از روی کرده آقای اوباما، این سیاست ظاهرا همچنان پابرجاست و پیشبرد این سیاست مستلزم نقش آفرینی جدی امریکا هست، اگرچه نه حضور فیزیکی نیروهای امریکا در منطقه. و اینکه در مصر این مسئله عنوان شده به نظر من مهم است، چون گزارش های زیادی وجود داره که مصر به همراه امارات و عربستان در صدد هستن که با موافقت دولت سوریه نیرو گسیل بکنن تا مقابله هجوم احتمالی دولت ترکیه به اصطلاح خط حائل ایجاد بکنه. در بین کشورهای منطقه بیشتر کدوم ها از حضور از خروج نیروهای آمریکایی نگران هستند و این صحبت ها و دلگرمی های مقامات آمریکایی چقدر واقعا مؤثر میتونه باشه؟ بله، من فکر میکنم که نگرانی کشورهای منطقه، اون کشورهایی که به آمریکا نزدیک هستن، به همون اندازه که شاید از در واقع قدرتگیری ایران بوده، به خصوص عربستان، ولی کشوری مثل مصر نگرانی بسیار زیادی از قدرتگیری ترکیه دارن، چون حزب آقای اردوغان رو نماینده اصلی اخوان المسلمین تلقی میکنن و اخوان المسلمین به طور سنتی دشمن خیلی حیاتی نیروهای سکولار در به خصوص مصر تلقی شده. مثلا بلایی که آقای سیسی بر سر آقای مرسی آورد و اینها نشون میده که اونا خیلی نگران گسترش حضور ترکیه و قدرت ترکیه در منطقه هم هستن و احتمالاً امریکا با درگیر کردن این کشورها میخواد هم در واقع جلوی این مسئله رو بگیره و در این حال هزینه حضور نیروها رو که مشغله اصلی آقای ترامپ هست این رو هم کم بکنه. در این حال چقدر مطمئنیم که سیاستمداران مثل آقای پومپئو یا بولتون هم نظر هستند کاملا با سیاست آقای ترامپ در این زمینه؟ دقیقا، خب به نظر این که بین آقای ترامپ و مشاورین و وزیرانش اختلاف نظر وجود داره حداقل در گفتارشون شکی نیست، ولی به نظر میرسه که حداقل آقای پومپئو و بولتون سعی میکنن که با موندنشون در حکومت آقای ترامپ به طریقی بتونن که اون سیاست هایی که آقای ترامپ از طریق توییت و اینها اعلام میکنه این رو به شکلی تعدیل بکنن و به شکلی در واقع همگرا بکنن با منافع استراتژیک امریکا در منطقه. ولی اگر احیانا اینها به هر ترتیبی مجبور به خروج از حکومت بشن، اون موقع واقعا مسئله ممکنه تغییر بکنه در مورد سیاست منطقه امریکا در خاورمیانه. متشکرم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا.
اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج نیروهای این کشور از سوریه مانع از ادامه حضور ناوهای جنگی این کشور در منطقه و ادامه عملیات پشتیبانی جنگنده‌های مستقر روی ناو هواپیما بر نشده. چارلی دگاتا خبرنگار CBS از روی ناو هواپیما بر جان استنس در نزدیک آب‌های سوریه این گزارش را فرستاده. به محض فرود روی سکوی پرواز ناو هواپیمابر جان سی استنیس، صدای غرش جنگنده هایی که آماده پرواز می شدند به گوش رسید. استنیس واقعاً یک ناو هواپیمابر 4.5 هکتاری در شرایط جنگی است. هواپیماهای F-18 این ناو از مواضع طالبان در افغانستان تا داعش در عراق و سوریه را هدف قرار می دهند. هرچند دونالد ترامپ در جنگ علیه داعش ادعای پیروزی کرد و خواستار خروج 2000 نیروی آمریکایی از سوریه شد. ما مقابل داعش پیروز شدیم. ما آنها را شکست دادیم. بد جوری هم شکست دادیم. اراضی را پس گرفتیم و حالا وقتش رسیده که سربازان ما به خانه برگردند. اما فرمانده این ناوگروه به ما گفت اینجا چیزی متوقف نشده. فکر نکنم کار ما تمام شده باشه. به ما مأموریت میدن و ما هم انجامشون. کارا با همون سرعت ادامه داره؟ از وقتی کار را شروع کردیم هیچ تغییری نکرده. استنیس بیشتر شبیه یک شهر شناور است. با بیش از 5000 ملوان که 70 هواپیمای تاکتیکی را برای پشتیبانی از نیروهای آمریکایی در جبهه‌های جنگ عملیاتی می‌کنند. نبرد علیه داعش الان این شکلیه. تا وقتی که سربازای آمریکایی تو منطقه حضور داشته باشند، پشتیبانی هوایی هم ازشون ادامه داره. بازگشت یک ناو هواپیمابر دیگر آمریکا به خلیج فارس هم نمایش اقتدار برای ایران تلقی می شود. کشوری که از حدود یک ماه پیش ناوهای خود را به آنجا اعزام کرد تا استنیس را تحت شعاع قرار دهد. وقتی مهره شطرنج به این بزرگی رو در نقطه خاصی از جهان قرار میدید، نشون میده که جدی هستید. اینجا ایران، یمن، سوریه، داعش، عراق، افغانستان همه رو داریم. دست کامله. بله، با دست کامل بازی میکنیم. چیزی که با به پرواز در آمدن ده ها F-18 و سپس بازگشتشان چند ساعت بعد کاملا روشن بود. و این پایین سیستم کنترل فرود رو میبینیم که تا روزی 75 بار کار میکنه. و در طول شب هم همینطور. در حالی که خلبانان کاملا توانایی ادامه عملیات را دارند، کسی نمیداند در آینده چه در انتظار آنها. Charlie Daggett of CBS News for BBC News aboard the USS John C. Stennis in the Persian Gulf. امیر حسین محمدی فر، سردبیر نشریه گام و همسرش ساناز اللهیاری در خانه بازداشت شدند. کانال تلگرام نشریه گام با اعلام این خبر نوشته محل نگهداری این دو نفر مشخص نیست. نشریه گام نشریه سیاسی، صنفی و فرهنگی است که اخبار اعتراضهای کارگری را پوشش می‌دهد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته مقام‌های وزارت خارجه ایران این روزها در نقش سخنگویان طالبان عمل می‌کنند. واکنشی به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی در هند گفته بود غیر ممکن است طالبان در دولت آینده افغانستان نقشی نداشته باشند. آقای مرتضوی در متنی که در فیسبوک منتشر و سپس حذف کرد نوشته بود اگر کشور همسایه معتقد به گفتگو برای پیدا کردن راه حل است، چرا از این شیوه برای حل مشکلات سیاسی داخلی خود استفاده نمی کند. خبرنگار ما علی حسینی از کابل با ماست. از جزئیات این خبر بیشتر بهمون بگو علی. وزیر امور خارجه ایران دیروز با گفتگو با یک تلویزیون اندی گفته که 4 موضوع در رابطه با طالبان مطرح کرده، از جمله این که هیچ ممکن نیست که طالبان در دولت آینده افغانستان نقشی نداشته باشه، اما این نقش نباید غالب باشه. نقش طالبان در دولت آینده افغانستان باید بر اساس تصمیم گیری مردم افغانستان باشه. و موضوع چهارمی هم که مطرح کرده
این بوده که من در منطقه هیچ کس طرفدار یک دولتی که در آن طالبان مسلط باشه به نفع منطقه میدونه که به نفع منطقه نیست. در حالی این صحبت های آقای ظریف مطرح میشه که پیش از اون هم در بازه زمانی کوتاهی مقام های ایران دو بار از رابطه با طالبان سخن گفته بودند. همین مسئله به نظر می رسد سبب شده که معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز واکنش نشان بده و بگه که دولت ایران، مقام های ایرانی به جای شنیدن صدای طالبان به صدای مخالفان سیاسی خود گوش دهند و همچنین این راه حلی را که برای طالبان پیشنهاد میکنند چرا برای گفتگو و حل مشکلات سیاسی در داخل ایران به کار نبیاره. البته این پست آقای مرتضی همانطور که گفتی حدود 3-4 ساعت بعد از اینکه نشر شد نوشته فیسبوکیش حذف شد. چرا؟ میدونیم چرا حذف شده؟ خب همین سوال در فضای مجازی هم مطرح شده. بعضی ها گفته آیا بر اساس فشار بوده که این حذف شده یا دلایل دیگری، اما خود آقای مرتضی گفته که هر پست و هر نوشته فیسبوکیش تاریخ مصرفی داره و همانند بسیاری از نوشته‌های فیسبوکیش که حذف شده بعد از مدت زمانی که خود او تصمیم گرفته، این پست هم بر همون روال عادی حذف شده، اما دقیق مشخص نیست که به چه دلایل باشه. خود آقای مرتضی اما چنین میگه. متشکرم از تو علی حسینی در کابل با ما. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز پی میگیریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنای پایان تقابل آمریکا با تروریسم است. توصیه سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به دولت ایران: به جای شنیدن صدای طالبان به صدای مخالفان سیاسی خودتان گوش کنید. در ادامه برنامه، دادگاه عالی آمریکا به شرکت نفتی اکسون موبیل دستور داده تا توضیح دهد چقدر از خطرات سوخت‌های فسیلی بر تغییر اقلیم خبر داشته. رئیس جمهوری ایران میگوید به رغم هشدارهای آمریکا، ایران در هفته‌های آینده دو ماهواره را در مدار قرار خواهد داد. آقای روحانی گفت موشک‌های ساخت ایران این ماهواره‌ها را به فضا خواهند فرستاد. چند روز پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پرتاب موشک‌های ماهواره بر از سوی ایران را ناقض قطعنامه 2231 خوانده و گفته بود از آنجایی که این موشک‌ها با تکنولوژی مشابه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما تولید می‌شوند، آمریکا در مقابل به خطر انداختن امنیت بین‌المللی از سوی ایران ساکت نخواهد نشست. حسن روحانی امروز در مراسم دومین سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پرتاب دو ماهواره ایران در هفته‌های آینده چنین گفت: فناوری هسته‌ای مال آقای هاشمی رفسنجانی بود. اولین کسی که تونست دستور بده، اولین سانتریفیوژی که وارد ایران شد در دوران آقای هاشمی و به دستور ایشان بود و با مذاکراتی بود که ایشون قبلاً با مقامات بالا رتبه پاکستان انجام داده بود. در تمام مراحل هسته‌ای آقای هاشمی به ریز مسئله رو دنبال می‌کردم. در صنعت دفاعی کسی که این افتخاری که راجب موشک ما میگیم، موشک افتخار وسیله دفاع که درستم هست، این حرف درسته، موشک امروز وسیله دفاعی ماست، بهشم فخر می‌کنیم و ما انشاءالله به زودی در هفته های آینده با موشک های ساخت خودمون دو تا ماهواره رو انشاءالله به فضا خواهیم فرستاد. جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست خواستار دریافت 1 میلیارد دلار غرامت از ایران شد. آقای رضاییان 1.5 سال در ایران زندانی بود. او که دیروز در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شده بود، شهادت داد در این مدت تحت فشار بوده که به جاسوسی اعتراف کند. جیسون رضاییان همچنین گفت بازجویانش به صراحت به او گفتند از او به منظور کسب امتیاز استفاده می‌کنند و زمانی او را آزاد می‌کنند که آمریکایی‌ها آنچه را آنها می‌خواهند بدهند. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن با ماست. بهمون بیشتر از جزئیات این موضوع بگو سام. ناجی، آقای رضاییان و خانواده شکایتی رو مطرح کردن مبنی بر این که
در دوره‌ای که او در بازداشت بوده، تحت شکنجه بوده و فشارهای فیزیکی و همینطور روانی به او وارد شده و حتی گفته شده که او تا پایان عمر باید تحت مداوا قرار بگیره به خاطر صدماتی که در این دوره به او وارد شده. بجز خود آقای رضاییان، همسرش هم در این پرونده هست، او بیش از 70 روز در بازداشت بوده و میدونیم که آقای رضاییان بعد از امضا شدن توافق هسته‌ای با ایران بود که در واقع یک جور میشه گفت که رد و بدل کردن زندانی بین ایران و آمریکا به وجود اومد و آقای رضاییان تونست که از زندان بیاد بیرون و آزاد شد و اومد برگشت به آمریکا و همون موقع در واقع این شکایت رو اونها شروع کردن. اما در چند روز گذشته اتفاقی که افتاد اینه که دادگاه اونها شروع شد و تونستن که موارد خودشون رو اونجا توی دو روز، در واقع اینا دو روز استماع داشتن که بتونن اینها رو مطرح بکنن. الان جیسون رضاییان خواهان پرداخت غرامت 1 میلیارد دلاری شده. چقدر احتمال این میره که او بتونه در این پرونده برنده باشه و این پول اگر که او این پرونده رو ببره از کجا تامین خواهد شد؟ مثل آقای رضاییان کسان دیگری هم بودند که شکایت های از این دست از حکومت ایران کردند، مثلا آقای امیر حکمتی که او هم یکی دیگر از کسانی بود که بیشتر حتی از آقای رضاییان 4.5 سال در زندان بود و اینها کسانی هستند که شهروندی دو کشور ایران و آمریکا رو دارن و در واقع بعد از اینکه از زندان اومدن حالا شکایت کردن. کسان دیگری هم بودن که مثلا توی حملات مختلف جای مختلف دنیا بوده، اونها قربانیان اون حملات بودن و میگن که ایران توی اون حملات دست داشته. اینها شکایت میکنن. معمولا حکومت ایران در دادگاه ها حاضر نمیشه و رأی دادگاه، بعد از اینکه رأی دادگاه صادر میشه، حالا وقتی که نوبت گرفتن این غرامت ها میشه، اون موقع اونجاست که یک مقداری از مشکل ها به وجود میاد. نمیدونن از کجا باید این رو بگیرن، هرچند که دولت آمریکا از بخش های مختلف در واقع سعی کرده این پول رو تامین بکنه، مثلا پولی که از ایران در یکی از بانک های لوکسامبورگ بود و اون بانک یک شعبه نیویورکی داشت، از اون طریق بخشی از این پول ها به دست اومد، بخشی دیگه از محل در واقع این رو کنگره اجازه داد که این پول به اونجا اختصاص داده بشه، از محل جریمه هایی که برای شکستن تحریم ها علیه ایران و چند کشور دیگه آمریکا گرفته، در واقع این جریمه ها رو گرفته و اون رو بخشی از اون رو در اختیار کسانی گذاشتن که میگن که حکومت ایران با اونها بدرفتاری هایی کرده که حالا دادگاه اومده به نفع اونها رأی داده. این رو هم باید بگم که در واقع دادگاه های آمریکا اگر در صورتی میتونن درباره یک کشور سومی رأی بدن، دادگاه های محلی در آمریکا، که مسئله تروریسم باشه، مسئله شکنجه باشه و همینطور مسئله گروگانگیری. متشکرم از تو سام فرزانه در واشنگتن. شورشیان حوثی در یمن با یک پهپاد به پادگان ارتش در جنوب استان لحج حمله کردند. شماری از سربازان که در رژه نظامی شرکت کرده بودند در این حمله کشته و زخمی شدند. دولت یمن که از سوی عربستان و امارات متحده عربی حمایت می شود، برای در دست گرفتن دوباره کنترل این کشور با حوثی ها می جنگد. دو طرف فعلا در بندر حدیده آتش بس اعلام کردند. مشاور ارشد رئیس جمهوری کنگو اعلام کرد پیروزی رقیبش فیلیکس شی سکدی را پذیرفته. نتایج اولیه نشان می‌دهد آقای شی سکدی از مخالفان دولت کنگو حدود 39% آرا را از آن خود کرده. مارتین فایولو، دیگر کاندیدای مخالف دولت، نتایج انتخابات را قبول نکرده و آن را کودتای انتخاباتی خوانده. دادگاه عالی آمریکا به یک شرکت نفتی دستور داده اسناد داخلیش مربوط به ده‌ها سال پیش را منتشر کند. هدف از این حکم آن است که مشخص شود شرکت نفتی اکسان موبیل تا چه حد از تاثیر مصرف نفت و گاز بر گرم‌تر شدن زمین خبر داشته و چه میزان از یافته‌های خود را از افکار عمومی و سهامدارانش پنهان می‌کرده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این هفته برای شرکت نفتی اکسان موبیل آمریکا سرنوشت ساز است.
اما تبعات شکایت علیه این شرکت می تواند برای کلیه صنایع سوخت فسیلی آمریکا تعیین کننده باشد. بنا به حکم دادگاه عالی آمریکا، شرکت اگزان مکلف شده کلیه اسناد داخلی و قدیمی خود را تحویل بازرسان دهد تا معلوم شود چقدر در زمینه خطر مصرف سوخت‌های فسیلی برای تعادل آب و هوا مردم را گمراه کرده است. شکایت از شرکت اگزان وقتی به جریان افتاد که روزنامه لس آنجلس تایمز با همکاری فعالان محیط زیست مجموعه ای از اسناد درس شده را منتشر کرد که نشان می‌داد مقامات و محققان شرکت اگزان موبیل از ده‌ها سال پیش می‌دانستند که مصرف سوخت فسیلی باعث تولید گازهای گلخانه‌ای و گرمتر شدن کره زمین می‌شود. بر اساس این اسناد مسئولان اگزان موبیل در دهه‌های 80 و 90 میلادی می‌دانستند و قبول داشتند که مصرف نفت حرارت زمین را بالا می‌برد و باعث تغییر اقلیم می‌شود و حتی برای تغییر اقلیم برنامه‌ریزی کرده بودند. ولی در موضع‌گیری‌های رسمی‌شان این موضوع را انکار می‌کردند. بنا به گفته دادستان معنی این دوگانگی آن است که شرکت اگزان نه فقط مردم بلکه سهامداران خود را هم به گمراهی کشانده و با آنها دروغ گفته. اتهامی که شرکت اگزان را هدف انتقادات سیاستمداران آمریکایی در حزب دموکرات قرار داد. برای ده‌ها سال اگزان موبیل هر آنچه در قدرت داشت انجام داد تا مردم آمریکا را درباره واقعیت و عوامل تغییر اقلیم فریب دهد. من معتقدم شفافیت کامل نشان می‌دهد اگزان و ایادیش همچنان در راه کشف حقیقت سنگ‌اندازی می‌کنند. دموکرات‌ها حتی این مسئله را در جریان رأی اعتماد به وزیر خارجه پیشنهادی دولت ترامپ که چندی پیش استعفا داد مطرح کردند. رکس تیلرسون پیشتر مدیر کل شرکت اگزان بود و وقتی سناتورهای دموکرات از او درباره این پرونده سوال کردند، او از پاسخ دادن طفره رفت. آیا این حرف که شرکت اگزان در زمان تصدی شما تغییر اقلیم رو انکار میکرد ولی رسما موضع خلافش رو میگرفت درسته یا غلط؟ آقای سناتور، چون من دیگه با اگزان نیستم در موقعیتی نیستم که از طرف اونا حرف بزنم. باید از خودشون بپرسین. امروز اکثر قریب به اتفاق دانشمندان هم نظر هستند که گازهای گلخانه‌ای که بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ وارد جو زمین می‌شود، باعث بالا رفتن غیر طبیعی حرارت زمین و نوسانات خطرناک اقلیمی می‌شود که تأثیر آن خود را در قالب خشکسالی و سیل و طوفان نشان می‌دهد. ولی اسنادی که تاکنون منتشر شده نشان می‌دهد که شرکت اگزان مثل دیگر شرکت‌های نفتی نه تنها با وجود واقف بودن به این موضوع رسماً خلافش را می‌گفته، بلکه به دانشمندان و بعضی از مراکز علمی هم پول می‌داده که با انکار تغییرات اقلیمی افکار عمومی را گمراه کنند. رویه‌ای که شرکت‌های دخانیات نیز درباره تأثیر مصرف محصولاتشان بر سرطان در پیش می‌گرفتند. حالا که شرکت اگزان ناگزیر شده اسناد داخلی خود را تحویل دهد، این پرونده به مسیری می رود که در صورت محکومیت اگزان می تواند موجی از شکایت علیه دیگر شرکت‌های نفتی و زغال سنگ را به جریان اندازد. موضوعی که ممکن است به طلب میلیاردها دلار غرامت از این شرکت‌ها منجر شود. سیاوش اردلان، BBC. و به این ترتیب می رسیم به پایین این بخش خبر. تا دقایقی دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهیم بود.